دهم ماه مبارک رمضان با سال روز رحلت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها مصادف است ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر خویلد بن اسد نخستین همسر رسول خدا صلی الله علی علیه و آله از زنان شریف اصیل و نامدار عرب است این بانوی بزرگ با آنکه در عصر جاهلیه در مکه مکرمه دیده به جهان گشود و در آن شهر تایف مدار رشد و کمال یافت در افت، نجابت، سخاوت و مهر و وفا با همسر بی بود و ایشان را در همان زمان نیز تاهره و سرور زنان قرش می خاندند. در دین اسلام نیز به عنوان یکی از چهار بانویی که بر تمام بانوان بهشت فضیلت و برتری دارند شناخته می شود و جز دختر ارجمندش حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچ بانویی این مقام و فضیلت را نیافت حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها در سن 28 سالگی با امین قریش حضرت محمد مصطفی صلی الله علی علیه و آله ازدواج کرد و زندگی شرافتمندانه و اصیلی را بنیان نهاد که در تاریخ بشریت کم نظیر است ایشان نخستین زنی بود که به آن حضرت ایمان آورد و در این راه مشقتها و آزارهای فراوان از سوی قرش و اهالی مکه متحمل گردید سرانجام این بانوی فداکار پس از یک عمر تلاش و کوشش و 25 سال خدمت به رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و دین مبین اسلام پس از بازگشت از محاصره قرش در شعب ابی طالب به مکه معظمه در روز دهم ده رمضان سال دهم ده بیست این جهان فانی را ترک گفت حضرت پیامبر در مدتی کوتاه دو یار و پشتیبان خیش یعنی عمویشان حضرت ابوطالب علیه السلام و پس از او حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیه ها را از دست دادند و از این بابت بسیار اندوهگین و ماتم زده بودند و روزگاری سخت را پشت سر می گذاشتند تا آنجا که آن سال را آمول حزن به معنای سال اندوه نامیدند